آنگلا مرکل نفوذ ناپذیر فصلی از کتاب در ستایش زنان سرسخت نوشته کرن کربو روز پنج شنبه نهم نوامبر سال 1989 دیوار برلین فرو ریخت پنج شنبه ها روزی بود که آنگلا مرکل محل کارش مرکز آکادمی علوم را ترک می کرد تا به یک سنای داغ طولانی برود. او آنقدر منضبط بود که حتی در یکی از تاریخی ترین لحظات کشورش طبق برنامه همیشگیش رفتار کرد و سنا یکی از معدود تفریحات هفتگیش را از دست نداد. مردم آلمان شرقی به آن سوی مرز و به خاک آلمان غربی هجوم برده بودند. اما آنگلا دلیلی برای دیدن این صحنه تاریخی نداشت او بعدها کار خود را این گونه توجیه کرد من میدانستم که دیوار فرو ریخته بود و احتمال دوباره بنا شدن آن وجود نداشت پس تصمیم گرفتم که صبر کنم پس از سونا آنگلا با گونه های سرخ و آسودگی خاطر با اتومبیلش از پل بورن هولمر گذشت و به آلمان غربی وارد شد پس از صرف یک نوشیدنی به خانه برگشت تا برای روز کاری بعد آماده شود. مطبوعات این داستان را بارها و بارها برای نشان دادن طبیعت محکم، قانونمند و پرشور اولین صدر اعظم زن تاریخ آلمان، پستی که از سال 2005 تا سال 2021 به عهده مرکل بوده است، عنوان کردند. مرکل اصولاً به دلیل سبک مدیریتی ثابت قدم و عملگرای خود متهم به رفتار عجیب در لحظات خاص می شود. چطور ممکن است زنی که تنها در عرض شش سال رهبر ملت خود و نیز رهبر واقعی اتحادیه اروپا شده است به فروریزی دیوار و اتحاد دو آلمان بیعتنا باشد؟ چرا او مانند سایر مردم از شادی فریاد نزده بود و در خیابانها نرقصیده بود چرا او مانند سایر اوسیس ها نامی که برای مردم آلمان شرقی به کار می بردند به یمن این آزادی و فرصت های جدید پیش رو جامی ننوشیده بود. مردم نه رفتار او را درک می کردند و نه خود او را. مرکل مستعد، مرموز و وصف ناشدنی از این که شهرت جهانی و شخصیتش کلیشه های جنسیتی را زیر سوال برده است لذت می برد. آنگلا نه پرسر و صداست و نه وراج نه دمدمی مزاج است و نه احساساتی نه بی پروست و نه بی مبالات به همین دلیل توصیف او به راحتی ممکن نیست اگر شخصی در طبق بندی ها و کلیشه های رای جا نگیرد قطعا در زمره انسان های سرسخت است خصوصا اگر آن شخص زنی قدرتمند باشد آنگلا ظاهرا زنی سرسخت و سرکش نیست هیچ کس با نگاه کردن به او تصور نمی کند که با زنی دردسرساز مواجه است. لباس صدارت او یک کت روشن، شلوار مشکی، کفش های پاشن کوتاه و همراه یک گردنبند بند است. او گاهی علاقه به استفاده از گردنبند بند می شود و این گونه ظاهر خود را آراسته می کند. و هنوز هم مدل موی کوتاه کاسه‌ای زمان نوجوانی خود را حفظ کرده است. هرچند که اخیرا کمی موهایش را روشن کرده است. برنامه زنده تلویزیونی یک شنبه شب با اجرای کیت مکینون که در آن توانایی ها و قابلیت های زنان سیاستمدار بلوند به تصویر کشیده می شود، آنگلا را زنی بدون لطافت نشان می دهد که در خفا عاشق باراک است. هرچند مکینون لحجه آلمانی خوبی دارد اما توصیفی که او از آنگلا در برنامهش ارائه می کند نادرست است. دوستان آنگلا او را زنی شوخ طبع و حاضر جواب می دانند که در محافل خصوصی بسیار هرفهی حرکات مردان سیاست مدار را تقلید می کند. احتمالا زمان زیادی طول می کشد تا آنگلا به اوباما علاقه شود، چرا که اوباما نیز مانند خود او خونسرد، باهوش و تحلیلگر است. یک گزارشگر سیاسی روزنامه دیولت در مورد آنگلا و اوباما نوشت که این دو مانند دو قاتل حرفه‌ای در یک اتاق هستند. هر دو ساکتند و نیازی به صحبت کردن نمی بینند. آنگلا مرکل در سال 1954 در آلمان غربی و در شهر هامبورگ به دنیا آمد پدرش هورست کشیش بود و مادرش هرلند معلم زبان انگلیسی و لاتین او دو برادر جوانتر از خودش نیز داشت به هورست مقامی در کلیسایی در منطقه یوکرمارک که یک منطقه روستایی پوشیده از جنگل و دریاچه بود پیشنهاد شد بنابراین خانواده آنگلا بان منطقه نقل مکان کردند جابجایی آنها در جهت عکس موج مهاجرتی آن روزها بود آن دوران مردم آلمان شرقی از ترس ظلم و سرکوب اتحاد جماهیر شوروی که زندگی آزادانه را از آنها سلب کرده بود با آلمان غربی مهاجرت می کردند. آنگلا در هفت سالگی شاهد برپا شدن دیوار برلین بود. دیواری که آزادی، فرصتها و تبادل آزاد عقاید را از او دور کرد. آنگلا احساس حبس شدن در قفس را داشت اما از این شرایط به بهترین شکل ممکن استفاده کرد او در مدرسه درخشید و به ستاره باشگاه روسیه تبدیل شد باشگاه روسیه یک برنامه آموزشی تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی را دنبال می کرد که هدف آن تشویق فرزندان دولت‌های تابع اقماری روسیه به تسلط به زبان مادری بود موهبتی که نصیب آنگلا شده بود این بود که می توانست روی مواردی که در یادگیری آنها استعداد زیادی داشت تمرکز کافی داشته باشد و سایر موارد فرعی را به راحتی فراموش کند در کودکی سر به هوا و با دیگران ناهماهنگ بود بنابراین ورزش های گروهی هیچ جایگاهی در کودکی او نداشتند اما می توانست ساعتهای طولانی کوه پیمایی کند و علاقه زیادی به فعالیتها و ورزشهای انفرادی در فضای باز داشت. خانواده او زندگی را جدی می و صحبتهای هنگام صرف شام به بحثهای پیرامون نظریات کانت کشیده میشد. شد. جدای از جدیت محیط خانه، تربیت آنگلای جوان تربیتی ضد مصرفگرایی غربی بود به دلیل این شیوه تربیتی، آنگلا هیچگاه تحت تاثیر تبلیغاتی که دختران و زنان را متقاعد می کرد که اگر این محصول را بخرید یا استفاده کنید یا بخورید زیباتر به نظر می رسید، قرار نگرفت. اگر شما در محیطی پرورش یابید که به سبکسری و مصرفگرایی بهایی داده نشود و هرگز به شما گفته نشود که اگر لبخند بزنید یا وزن خود را کم کنید زیباتر جلوه می کنید در محیطی که بتوانید آنچه در آن مستعد هستید را کشف کنید در بزرگسالی زنی چون آنگلا مرکل خواهید شد آنگلا در سال 1973 تحصیلات خود را در زمینه فیزیک در دانشگاه لایپزیگ آغاز کرد و مدرک دکترای شیمی کوانتوم خود را از آکادمی علوم آلمان در برلین کسب کرد. او در سال 1977 زمانی که 23 سال داشت با فیزیکدانی به نام اولریخ مرکل ازدواج کرد. اما در سال 1982 پس از علاقه شدن به یواخیم زار استاد شیمی کوانتوم از همسرش جدا شد. شتازی پلیس مخفی آلمان شرقی مرکل و زاور را که هر دو متعهل بودند در حال صرف غذا با هم دیده بود بنابراین هر دو از همسرانشان جدا شدند و در سال 1998 با یکدیگر ازدواج کردند و هنوز نیز با هم زندگی می کنند. در سال 1989 زمانی که دیوار برلین فرو ریخت آنگلا 35 سال داشت و تنها زن شاغل در بخش شیمی آکادمی علوم برلین بود. هرچند که او سخت علاقمند به نوشتن مقالات شیمی درباره موضوعاتی چون خواص ارتعاشی هیدروکسیل های سطح و محاسبات مدل تجربی ناهنجاری ها بود اما نسبت به مسائل و تنش های سیاسی هم آگاه و گوش به زنگ بود و از چهارده سالگی اخبار سیاسی را دنبال می کرد. یک بار در مدرسه در دستشویی دختران پنهان شده بود تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را گوش دهد و پس از اتحاد مجدد آلمان به دنبال فرصت سیاسی مناسب میگشت. در سال 1990 او به عنوان معاون سخنگوی لوتار مزیر شروع به کار کرد و یک سال پس از اتحاد دو آلمان به مجلس فدرال آلمان بوندستاگ راه یافت و قائم مقام سخنگوی دولت شد. انتصاب او به عنوان وزیر دولت جدید آلمان متحد در کمتر از یک سال بعد رقم خورد و او از شغلش در آکادمی علوم برلین انصراف داد. این تغییر 180 درجه ای در شغل خود بیانگر خصوصیت غیرقابل توصیف بودن آنگلاست. اما تنها یک چیز در مورد او مسلم است. اگر او جاه طلب نبود به هیچ کدام از این موقعیت ها دست نمی یافت در جمهوری دموکراتیک آلمان علم بستری برای متمایز نشان دادن خود از دیگران بود و این چیزی بود که آنگلا به خوبی متوجه آن شده بود آنگلا با ذهنی تحلیلگر عمیق و پر از جاه طلبی آینده را میدید هرچند او در هنگام فروپاشی دیوار زیر نور لامپای خیابان نرخصید اما میدانست تغییرات بنیادین به سرعت از راه می رسند و میدید که این شرایط متزلزل آبستن فرصت های زیادی است فرصت های مناسب و بزرگ آنگلا به دفاتر حزب تازه تأسیس دموکراتیک آلمان شرقی می رفت و تقاضای کار می کرد. او از دفاتر کوچک محلی شروع کرد. تا اینکه یک روز توجه صدر وقت آلمان هلمود کول با آنگلا جلب شد کل مردی درشت هیکل و عوام معاب بود او بود که پیمان اتحاد دو آلمان را امضا کرد و با اکثریت آرا مجددا به سمت صدارت آلمان رسیده بود برای کل آنگلا که زنی از آلمان شرقی بود گزینه مناسبی به حساب می آمد. و او را در سال 1990 در کابینه به خدمت گرفت. کل آنگلای آن روزها را این گونه توصیف می کند. او یک نمونه از زنان دانشمند جمهوری دموکراتیک آلمان بود با دامنی گشاد، موی کوتاه و سندلهایی ساده. مرکل در آن روزها دیوانوار سیگار می کشید و ناخونهایش را می جوید. داشتن موی کوتاه از آنگلا یک زن ساده از آلمان شرقی در برابر رقبایش که مردان روشنفکر با نفوذ آلمان غربی بودند حمایت می کرد. آنگلای کم حرف و اینکی با ظاهر و مدل موی ساده و بیمیلی برای تنازی و لاس زدن با مردان هیچ تهدیدی محسوب نمیشد. هلموت کول مرکل را دخترم صدا میزد و در سال 1991 او مرکل را نامزد وزارت زنان و جوانان کرد. هرچند که مرکل اعلام کرده بود که هیچ علاقه ای به موضوعات پیرامون زنان و جوانان ندارد. در واقع او به مسائلی چون مدل لباس، کفش و کیف دستی، آرایش و ماشین های سپورت علاقه ای نداشت. البته به عنوان صدر آلمان تمامی این چیزها را در اختیار داشت. در سال 1994 آنگلا وزیر محیط زیست، حفظ طبیعت و امنیت راکتورها شد. این سمت برای او مناسب تر بود. چرا که با پیشینه تحصیلیش هماهنگ بود ولی او همچنان به دنبال فرصت‌های بهتری می‌گشت در این بین حزب بیداری دموکراتیک با حزب دموکرات مسیحی حزب اصلی جناه راست ادغام شده بود برای من به دلیل داشتن یک ذهن دو حزبی مدل آمریکایی تفکیک حزب های مختلف آلمان کار ساده ای نیست اما بد نیست بدانید که آنگلا هیچگاه گزینه مناسبی برای حزب نبود چرا که سران این حزب محافظ کار بودند و اعتقاد داشتند که نقش زن محدود به وظایف سنتی او می شود. آنگلا دختر یک کشیش شرکت کننده در تظاهرات مطلقه و بدون فرزند بود که با مردی زندگی می کرد که بالاخره پس از ده سال در سال 1998 با او ازدواج کرد. هر جور که حساب کنیم او وصله ناجوری با محیط زندگی و کاری خود بود و این میل غریزی او به سیاست بود که او را قادر می ساخت تا در اتحادیه اروپا نفوذ کند. آنگلا به چندین سلاح غریزی مجهز است. هوش خارقلاده، صبر زیاد و چیدن و حرکت دادن مهره سیاسی مانند یک استاد شطرنج. اما مهمترین سلاح او فروتنی است خدمت او در کابینه هلموت کول علا رقم نادیده گرفته شدن، دست کم گرفته شدن و مورد تمسخر واقع شدن به دلیل نداشتن جذابیت زنانه نشان از فروتنی او دارد. شاید زنان دیگر اگر در چنین موقعیتی قرار گیرند ترجیح دهند تا شوهرانشان را ترک کنند کتابی برای کودکان بنویسند یا روی فعالیت خیریه و آمول منفعه تمرکز کنند تا از این راه اهمیت خود را به رخ دیگران بکشند. اما بی اهمیت تلقی شدن برای آنگلا بسیار عادی است. در حالی که کسی به او توجهی ندارد، او به سرعت نقطه ضعف طرف مقابل را کشف می کند و سپس منتظر می ماند تا او مرتکب خطایی شود تا از آن نهایت استفاده را ببرد. معمولا طرف مقابل آنگلا مرد خودشیفته است که خودش را با تر از آنچه هست تصور می کند. آنگلا همیشه یک زن سرسخت بوده و هست اما از آنجا که همیشه ساکت است و مسائل مربوط به کارش را پنهان می کند، مردم او را زنی سرسخت نمی دانند. یک زن سرسخت الزاما نیازی به برونگرا بودن و بیان عقاید خود ندارد. در سال 1999 پس از هشت سال خدمت در کابینه هلمود کول، آنگلا های خود را به صورت مستقل آغاز کرد. بدون اطلاع اعضای حزب دموکرات مسیحی، آنگلا طی نامه‌ای که به یک روزنامه محافظ کار نوشت، از جمع‌آوری کمک‌های مالی غیرقانونی کل برای تأمین مخارج حزبش پرده برداری کرد و خواهان استعفای کل و قائم مقام او ولفگانگ شبله شد. مردان زیادی در این رسوایی متهم شناخته شدند و به لطف آنگلا همه آنها از کار برکنار شدند. درست مانند آخرین صحنه فیلم پدرخوانده که سرهای پنج خانواده بریده شد، اما این بار داستان در آلمان و در صحنه سیاست آن اتفاق افتاد. یک سال بعد در سال 2000 آنگلا به رهبری حزب دموکرات مسیحی رسید. مردان انگشت شماری که بعد از آن رسوایی در پشت میزهایشان ابقا شده بودند باور نمی کردند که آنگلا بیش از دو سال بتواند دوام بیاورد و در پشت درهای بسته مخفیانه برای برکناری او نقشه می کشیدند. با این وجود این مردان بیشتر از مرکل از یکدیگر بیزار بودند و هرگز بر سر چگونگی توته علیه مرکل یا انتخاب فرد جانشین او به توافق نرسیدند و این گونه بود که مرکل با قدرت به راه خود ادامه داد. محبوبیت او در میان مردم بیشتر از محبوبیت در میان اعضای حزب محافظ کار خودش بود و در سال 2005 با رأی مردم به عنوان صدر آلمان انتخاب شد و در 24 سپتامبر 2017 برای چهار رومین بار به صدارت آلمان منصوب شد. آنگلا مرکل یک رهبر روشمند، قانونگرا و بی است اما مردم آلمان شخصیت و روش او را قبول دارند. او نمیتواند برای نجات خود و زندگیش مفصل و پرشور سخنرانی کند و به این موضوع افتخار می کند. نحوه سخنرانی او در جمع مانند سخنرانی مدیر مدرسه است که چگونگی خاموش کردن آتش را در هنگام آتش سوزی برای دانش آموزان توضیح می دهد. سرد و بیرو. او به کاریزما اعتقادی ندارد و مایل است تا به مردم تفهیم کند که کارها با کاریزما پیش نمی رود. هنوز آلمان زخم که از مدیران کاریزماتیک خورده است را به یاد دارد. مردم آلمان حق دارند که به مدیرانی که سخنرانی های آتشین می کنند مشکوک باشند. آنها تظاهرات، رژه های نظامی و مانورهای موشکی و سلام های ارتشی را دیدند اما نصیبی جز آسیب از آن نبردند. تعداد افرادی که دوران فاشیسم را به یاد دارند بسیار اندک است. برونهیلد پومزل، منشی مخصوص جوزف گوبلز، وزیر پروپاگاندای رایش سوم از آخرین بازماندگان حلقه قدرت نازی ها بود که در ژانویه 2017 در 106 سالگی فوت کرد. آلمان تلاش کرده است که از آن روزها عبور کند اما هنوز دنیای غرب از لفظ نازی برای توهین به نژاد آلمانی استفاده می کند. شاید آلمانی ها هنوز نتوانند نظر مثبت دنیا را جلب نمایند اما می توانند زنی را به رهبری انتخاب کنند که برایشان ثروت و رفاه بر مقام بیاورد و آنها را از هیجانات احساسی ایمن نگه دارد. به طور کلی مردم آلمان نحوه زندگی ساده و بدور از حیاهوی صدر خود را تایید می کنند. مرکل همراه با همسرش در یک آپارتمان معمولی با تنها یک محافظ زندگی می کند. شخصا به خرید می رود و آشپزی می کند. تنها ولخرجی مرکل و همسرش خرید بلیط های فصلی اوپراست. آنگلا در مدت صدارت خودش کشورش را از دو بحران جهانی نجات داده است. بحرانی که از سال 2008 تا به امروز اروپا را درگیر خود کرده است. ملت ولخرج و, و بی ملاحظه جنوب اروپا پول زیادی خرج می کنند طوری که توان باز پرداخت به خود را ندارند و شما می دانید که من از چه کشورهایی صحبت می کنم. از سوی دیگر ملت مسئولیت پذیر و کوشای اروپای شمالی مانند آلمان آنها را در تأمین منابع مالی خود حمایت می کنند تا اتحادیه اروپا بتواند مانند یک خانواده بزرگ اما ناسازگار به حیاتش ادامه دهد. اگر یورو سقوط کند، اروپا نیز سقوط می کند. این نظر آنگلا در سال 2011 بود. او با هوش سرشار و خارقلادش و استفاده از تعدادی نمودار که برای او چندان ها اهمیت نبودند توانست اقتصاد اروپا را چنان مدیریت کند که ثبات آن برای چند سال بعد تر نیز حفظ شود. او به جای مؤاخذه کشورهای سهلنگار جنوب اروپا طرح کمک مالی با آنها را تصویب کرد که اتحادیه اروپا هرچند با نارضایتی اما سرانجام آن را تصویب کرد مرکل همچنین تاکید کرد که کشورهای جنوب اروپا باید مخارج خود را کنترل کنند و قوانین سختی برای بازگرداندن بدهی آنها مقرر کرد که چندان مورد استقبال واقع نشد در هر دو سوی قضیه مخالفان عمل کرده او به یک میزان ناراضی بودند و همین مسئله باعث موفقیت او در نجات اروپا شد در سال 2016 بریتانیا طی یک انتخابات خاص به خروج از اتحادیه اروپا رأی داد. آلمان با موضوع برگزیت موافقت کرد. بحران پناهندگان سوری هنوز در آلمان ادامه دارد. در تابستان 2015 صدها هزار نفر از مهاجرین سوری به امید یافتن پناهگاهی به آلمان هجوم آوردند. در چهارم دسامبر آن سال مرکل طی یک تصمیم احساسی که شاید بتوان آن را احساساتی ترین تصمیم عمومی او دانست مرزهای آلمان را به روی ده هزار پناهندهای که در بوداپست گیر کرده بودند باز کرد مردم آلمان از این کار او غرق در حیرت شده بودند به نظر می رسید او بدون آینده نگری دست به کاری زده است که می توانست به محبوبیت او در میان مردم لطمه بزند و این موضوع مردم را گیج کرده بود. در یکی از سخنرانی های ملالنگیز همیشگیش گفت قلب و روح اروپا برد بار است و سالها طول کشیده است تا این موضوع به ما ثابت شود. ما کشور خود را ویران کرده ایم بدترین دوران ویرانی و نفرت برای نسلهای قبل اتفاق افتاده است. من این کار را برای دفاع از حیثیت مردمم انجام دادم. یکی دیگر از محاسن آنگلا زندگی طولانی در پشت یک دیوار است. او به یاد می آورد که هر روز از پشت دیوار رد می شد و همیشه به زندگی در آن سوی دیوار فکر می کرد. او در بیست سالگی به انتظار روزهای میانسالی بود روزهایی که بتواند با ویزای آلمان شرقی در هر کجا از دنیای غرب که دوست داشت زندگی کند او تصمیم داشت تا به کالیفرنیا برود او میداند در قفس بودن چه حسی دارد میداند نداشتن آزادی چگونه است و این حس را برای هیچ کس دیگری آرزو نمی کند. من نگاه خوشبینانه ای به صدر آلمان دارم بسیاری از مخالفان او معتقدند که او انگیزه های شرورانه دارد و در حال پیاده سازی نقشه‌هایی است که سالها در ذهن خود پرورانده است. نظر آنها می تواند درست باشد. او زنی سرسخت است که برای داشتن هوش، اشتیاق و انضباط بیشتر نسبت به مردان اطراف خود به خود افتخار می کند. او در روش مدیریتی آرام، خودمهور و با اعتماد به نفسی که در پیش گرفته بود نیازی به هیاهو و هاشیه نمیدید و خبر خوب برای زنان درونگرا این است که آنگلا مرکل از میان ما برخواسته است.